بشیم شیم ناسه و ناسه یخ و بکر تو لخلا مادینیم شیران و بخلا کبوت و تلویزیونیم. شیم زکیم تورا برابیم تیلیم لعیوم یوم هشیشی به شبات کودش کاف دالت اسریم و عربا به منخیم آو تاو شیم پی گیمر میزمور سادی گیمل تیش و شالوش ادونای صفاتای تیفتا خفیگی تیلات ادونای مالاک اود لابش لابش ادونای اوزی تزار افتی کن بل تیموت ناخون کی سخامی میاد مولام آتا ناس و نهارود ادونای ناس و نهارود کلام ایسو نهارود دخیام میکرد مایم ربیم ادیریمش بریام ادیر بامان رو مدونای ادوت خانه امنو مغود لفت خانه با کدش ادونای لعورخ یامیم و حالا خود یومید ارتیک ریالی خود الا حالا خود حشوات اویدا آلف هموسی دوبار ما خیاب لغزی رو الپی سیمانیم و ایم ساریخ تپل به اودا اچ یاوو به علی حال کگون شماسا به هما خیاب لو لطاپل با شنیمر هاشف تشیویم به هشوات بدال لگوی یش گم میشون کی ششم بد این ماتسا تدوار به سوراش نیراش شهنی خوتو ولوش نفل، این لا با، که به علاو اتیدیم لاور لکختو، مماکم شهنی خوهو. گیمل، میشه او زاکن او مخوبات، و اینو لفی ودو لاکخت و لتپل به که کگون شگم ایم هایا زی هخافه سپراتی شلو، لو هایا تورخ لها ریمو، اینو خیاب به مصفا، میکر ماکم، ناخون ش یاسه لفنی دین، او شیدکش میشه و اخر یه تپل به مسیا به تقنیتون به پارسی و بخش شنوندگان عزیزمون در کلیه گروه ها و تلویزیونهای پخش تو را تعلیم امروز آدینه ارو شبات کودش بیست و منخم آ 5783 میزمور که در ابتدای برنامه قرار شد اینکه حالا خود روزانه ال تیکره حالی خود الا هلاخود خود حشابت اودا برگرداندن یک گم شده ای اول کسی که هر چیزی را پیدا بکنه بیابه لازم و واجبه که اون را به صاحبش بر بگردونه البته با علامت هایی که میده و اگر این که بایستی به اون توجه بکنه اون را نگهداری بکنه مثلا اگر یک بره گوسفند ماریه که اومده تو کوچه و سرگردونه یا مرغ خروسی باعث اون را ببره خونه بهشون توجه بکنه خوراک بش بده تا اینکه صاحبش پیدا بشه و به اون بر بگردونه و مخصوصا برگردوندن یک گمشده ای را به غیر یهودی بسیار بسیار خوبه و این که دوششه میکنه که یهودی یک آدم امینیه دوم اگر اینکه یک چیزی پیدا شد در راه که اون رو همینطوری گذاشتنش ولی ننداختم ببینید گذاشتن اینکه که یه چیزم کشیده روش که سرما گرما بهش نخوره بارون نخوره و تا اینکه بیاد بگیره بایست نه باعثی بهش دست بزنه برای اینکه صاحبش حتما این را گذاشته که بعدا بیاد ببرتش سوم کسی که سالمند و آدم مترمی هست و نمیتونه یک چیز را یه گم شده ای را مثلا یه گوسفندی را ببره خونهش بهش برسه اگر مال خودش هم بود خودش نمیتونست این زحمت را بکشه باید تو دیگری بیاد کمکش بکنه اون میتونه این میثوار انجام نده اون واجب این میسوار نیست ولی میتونه یک کسی را پیدا بکنه وایس پای اون مثلا گم شده که در نره مرغ خروس گوسفندی که در نره و دیگری بیاد در به این مسئله رسیدگی بکنه و محلش بده جابش بده تا اینکه صاحبش پیدا بشه و معصه امروز ببینیم که بزرگان تورای ما تا چقدر در تورا مختن و در لیمودومشون در تحصیلاتشون چقدر صبور بودند و چقدر میخواستن که حتی یک دقیقه از عمرشون به بی تلف نکنن معصه میاره از داره گاعون گاغون ربی یشوع اتیام که ایشون یکی از بزرگان تورا بودن و ایشون همیشه و خیلی دقت میکرد که حتی یک دقیقه هم از وقتش بی جهت تلف, نکنه و حتی ایتون دیان اسرائیل بودن ایشون در سنه ای قبل از گشایش یه شیوای پرات یوسف ایشون دیان بودن. میگه بر وقتی هم که بین دقیقه های دنیا چند دقیقه ای که بین اونا که حرف میزدن ایشون اون کتابش را باز میکرد اون تلمودش را باز میکرد و حتی دقیقه ای هم را از وقتش تلف نمیکرد و همین خاطر اسمش گذاشته بودن خاخام اتیا که در دوران ما همچون کسی خیلی کم پیدا میشه میگه هیچ ای وقت و او بود اون تنها کسی بوده که او مشورت داد برای باز کردن یشیوای یوسف و بی جهت نیست که نام او را گذاشتن ربنو یشوا اتیا ات... 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 دیان ما که برای اینکه ایشون بودن که یشیوای یوسف که من مشهور دنیا هست ایشون برپا کردن و رفقای اون شهادت بر این میدن که این یکی از دیانیم دیگه به نام ربی یوسف کوهن میگه یک موقع قبل از کیپور یعنی ایور و کیپور رفت یک ساعت جلوتر رفت در کنیسا ببینه چه خبر از چی هست اینا و دید که ربنو و یشوا اتیا نشسته و مشغول تلمودشه و بهش گفت که جناب شما شب کیپوره نگاه ساعت که گفت هنوز یک ساعت وقت داریم بی و مگر خوراک خوردن چقدر طول میکشه ده دقیقه رفت ساعت هنوز پس وقت من وقت ما بی جهت تلف نمیکنم کنم نگه ربی یوسف خیلی در فکر رفت که این چقدر این آدم حتی حاضر نیست که در شب کیپور که اروی کیپور این شب قبل لز کیپور که همه میرم میدوم این ور اون ور میخوان زودتر رو انجام بدن برای که باعث تعنید برن همه چیز را آماده میکنن ولی ایشون از این موقعیت هم استفاده میکنه که بیاد شینه به تورایش را بخونه و رسمش هم بر این بود که بعد از کیپور ار وقت میره اربمینیم اون لولا و اتروک بخره میرفت در جایی که خاطر بود که بیشتر کاشر از بیشتر دقت میکنن اتروگی را انتخاب میکرد نگاش میکرد دور لولاب را نگاش میکرد بدون اینکه چند جا بدوه همه را امتحان بکنه که حتما طبق تمام گفته های خخامین باشه یکی که میدید سالمه و خوبه انتخاب میکرد و برمیگرد میگه سر درسش و سر خوندنش میگه بعضی بودن که حتی ساعتها این ور میدویدم اون ور می دویدن این دخان دو می رفتن اون دخان می رفتن، که تا این که یک اون چه که می چه طبق همه برنامه باشه یه وقتی که ازش پرسیدن گفت گفت اینکه یک لولاب و یک اتروگ کاملا کاشر باشه این گفته ربانانه ربانان به ما این رو گفتن ولی خوندن تورا میده و رایتان از از تورا است که ما بایسته بخونیم دیدی سالمه خوبه نگاش کردی بخرش برو دیگه دوباره این اونور ور دیگه ندو چندی وقت خود را تلف مکن میگه حتی به بچه هاش هم دستور داده بود که هیچ وقت وقتی که بچه هاش عروسی دارن و ایشون را دعوت میکنن برای عروسی همون ده دقیقه رو تا قبل از این که میخواد خوبا انجام بشه اون را صدا بزنن میگه به همین خاطر یک اتاقی را جدا برایشون برای تهیه میکردن که وقتی که تشریف می آوردن در این اتاق میموندن به تلمودشون به توراشون مشغول میشدن تا اینکه دو دقیقه سه دقیقه که مونده بود به خوبا خبرش میکردن و ایشان میگه همینطور ایشون به بچه هایش همینطور این چون در سودا که همیشه از وقتتون و حتی میگه در سواعا در وصیت نومش هم را همی را نوشته بود که دقت بکنن که حتی یک دقیقه در زندگیشون بی جهت نگذرونن اگر خستگی دارن اگر میخوان بنشینن بخوابن حالشون که جا اومد یک پرک تیلیم بخونن یک پرک آود رو بخونن و فورا بر بگردن به لیمودیمشون میگه در, در اون داف آخری که از سواعاش نوشته اون, وسیعتش را نوشته بود نوشته بود که من نوشتم یک دقیقه حتی یک لحظه هم وقت خودتون را بی جهت تلف نکنه و میگه در بین دفترهای را که ایشون نوشته میمیسه که در طول 25 سال آخر ایشون هشت مرتبه تمام شست را دوره کرده بخونده ولی بزرگان یشیوا شهادت میدن ایشون به خاطر اینکه نخواسته خاص قایلا گعوا بشه میگه ایشون در ظرف 25 سالی که میگه بیش از 25 مرتبه 60 را ایشون دوره کردن و خوندن برای اینکه گعوا به دلش نیاد و اینکه بگن بزرگی فروخته به همین خاطر نوشته فقط 8 مرتبه ان شاء هستیم که زخوت این اش... اشخاصی ربی یشوع اتیا زخر صدیق لیبراخاز در خودشون مگر همه باشه آمن کین یهی راسون تفسیر پخش تورم امروز در صدا و سیما اسرائیل پارسیوی ساعت تقریبا سه و نیمه بعد از ظهر تا چهار بعد از و در تلویزیون اسخیم درخت زندگی حدود ظهر خواهد بود فردا هم ری آنوخی خونده میشه و هفتارای انیاسوارا کنیست شبات هم ساعت هفت و هفت دقیقه و سه شبات هشت و هشت دقیقه در یروشالایم کنیست شبات شش و پنجا و یک دقیقه و سه شبات هشت و پنج دقیقه هفته آینده هم روزهای پنج شبات و آدینه هم روش خودش ایلول که انشاءالله به سیمانتو باشه آمکه ایراسون به شعور امروزمون هم لیلو نشمت کل هنیف داریم به اسرائیل یا علی دو خسیدیم بخواب و که بودم برای سلامتی کلی بیماران که اشین بهشون شفا خیر آجل <سؤال> بدامین و کلی سربازانمون در هر کجا کاسن خدا نگهدارشون باشامین و کلی افراد ایسا در هر نقطه از جهان کاسن خداوند نگهدارشون باشه و در پناه و دست دشمن بر سر اسرائیل کوتاه بشه آمن که و برای شالوم برای کلیه خانواده ها و برای سلامتی هم بگی شیر لم علود سایه نایلی آریم یا وزری از این میمدان شما این وارس آلی تن مدرک حال یانو شمر خیلی نیلو یانو ولیشان شمر اسرائیل ادونا شمر خدونا خد سیل خد ید یمینه خوا یوما مشمی لو که کاوی یارخ بلا ایلا ادونا شمر خوا میکر را ایشمور نفشه خوا ادونای ایشمور صدق خوا و ادولام شبات شالوم روز و روزگارتان خوش صدای تو صدای جاویدان